فردا صبح ساعت 7 تو جاده اصلی منتظرت میمونم. اگه رسه ساعت 7 اونجا باشی بلایی سر کسی نمیارم. نباید یه ماه سر لیلا کم بشه. پس دارم میام. اوکیا، آمر یه کاریت کرده و تو به هم نمیگی. اوکیا، میخوای باور کنم دوستم نداری؟ میخوای باور کنم داری با خواست خودت برمیگردی اونجا؟ اوکیا، اینا بس نیست. نامه میذاری و میری که بیشتر دلمو بشکنی؟ آره، تصمیم گرفتم با خواست خودم برم. تو صبح یکی از بهترین شبای زندگیم نامه هم نوشتم. اون نامه رم باور کن. کمال، همه چی خیلی قشنگ بود، ولی این یه خداحافظی بود. تو رو خدا نمیبینی چند روز هوش و حواسم سر جاش نیست؟ من هم تو رو به هم ریختم، هم زندگی تو. اوکیا ببین، خواهش میکنم از این حرف نزن. بیا بریم تو. بیا یکم اول آروم شو، بعدن حرف میزنیم. کمال، خواهش میکنم. میگم بیا. آره، دوست دارم، خیلی دوست دارم، ولی کافیه؟ خواهش میکنم این حرفا رو نزن. این کارو نکن، نکن. بیا بریم حرف بزنیم، خواهش میکنم. کمال، من نمیتونم. دل تو دلم نیست که هر لحظه ممکنه آمر بلایی سر خونوادم بیاره. نمیتونه، میگم نمیتونه. اوکیا، اوزان که میخواد تسلیم بشه. اگه نشه چی؟ میشه. اگه پشیمون بشه چی؟ همچین احتمالی هست؟ همچین احتمالی هست؟ کمال، اینجوری هم نباشه، من نمیخوام وقتی اوزان مجازات میشه تنهاش بذارم. اوکیا، مطمئن باش تا اون موقع ما برمیگردیم. کمال، من واقعا نمیتونم، جدی میگم، بفهمینو. آره، هیچ کدوم از اتفاقایی که بینمون افتاد دروغ نبود. مگه ممکنه دروغ باشه؟ ولی من اینجوری نمیتونم با ترس زندگی کنم. ولی میتونم به اون راضی بشم. اوکیا، تو میفهمی چی داری میگی؟ یعنی میگی میتونی آمر آدمش کنی؟ آمرم آدمه کمال، من دیگه نمیخوام بترسم. نمیتونم اینجوری با تو ادامه بدم. دیگه هیچ لذتی نداره، نمیبینی؟ میخوای بری یه آبی به صورتت بزنی؟ اتفاقا تو باید بری چشماتو بشوری و یه بار دیگه به این حرفات فکر کنی. من اینا رو فراموش کردم. این تویی که بهشون فکر میکنی. میتونیم شروع کنی. فیلمشم برام بفرستی. چشم. میدونی چی کار باید بکنی؟ الان از خونه در میام. ولی دیر کردی. اوکیا، خوبی؟
کمال الان میام، یه لحظه. خواهش میکنم نیم ساعت دیگه. اوکیا، به هم بگو چه خبره؟ آمر به چه کاری مجبورت میکنه؟ آمر به کاری مجبورم نمیکنه. میگم تصمیممو گرفتم. ولت نمیکنم، چون حرفاتو باور نمیکنم. کمال تصمیمم قطعیه. من نمیخوام اینجوری زندگی کنم. ولت نمیکنم، نمیذارم دوباره بری تو اون خونه. بفهم دیگه، خونوادمو انتخاب میکنم نه تو رو. خونوادمو بیشتر از تو دوست دارم. قبول کردن این چرا اینقدر سخته؟ آمر مجبورت کرده. حتما الان داره یه کاری میکنه. ببین کمال، واقعا نمیفهمی. برای منم خیلی سخت بود، ولی تصمیممو گرفتم. همون دیشب ولت نمی کنم. حالا که انقدر نزدیک شدیم نمیشه. میگی ولت نمی کنم، یعنی میخوای به زور نگه هم داری؟ میگم تصمیممو گرفتم، ازشم بر نمی گردم. اگه اینجوری رفتار کنی دیگه چه فرقی با آمر داری؟ خداحافظ. توانه این کارتو پس میدی آمر، خودم حسابتو میرسم. Ha ha ha!
بابا کمک کن. چی شده؟ بابا خواهش میکنم به لیلا کمک کن. زود باش بابا، بدو عجله کن. خونه یه کماله، خواهش میکنم. باشه باشه. تو چه جور آفتی هستی؟ چه جور؟ اینم صدای زنم که داره میاد طرفم. راه افتادی؟ خوبه. خب چرا مجبورم میکنی این کارا رو بکنم؟ چرا؟ خواستم بمیرم بس نبود، مردم بس نبود. با جون کسایی که دوستشون دارم تهدیدم میکنی؟ اون وقت فکر میکنی هم برنده شدی؟ کثافت. لیلا، لیلا، خدایا لیلا، 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 آروم باش، هیچی نمیشه. آروم، آروم. الو، الو، فوری یا آمبولانس بفرستین. پیاده شو. کمان. اوکیا پیاده شو. خودم رانندگی میکنم. نمیتونم اجازه بدم با این حالت رانندگی کنی. من خدمتکار مژگان کزجغلو هستم. بارها براتون نامه نوشتم. از یه طرف میترسم که گیر نیفتم، از یه طرف با غم بچه‌ام که قادر کزجغلو پیش خودش گروگان نگه داشته درگیرم. آدرس رو براتون میفرستم. خواهش میکنم با من تماس بگیرید. به جز شما هیچ کس دیگه ای رو ندارم که ازش کمک بخوام. اما چرا دروغ گفتی؟ چرا؟ لیلا خوبه؟ فعلا خوبه. بابات پیششه. اگه اوکیا رو بیشتر از من دوست داشتی به دستش می آوردی. خیلی دوستش دارم. نه، نه، نمیتونم این کارو بکنم. نمیتونم، نمیتونم با دستای خودم ببرم تو اون جهنم. باشه. اوکیا سوار شو. گفتم بیا سوار شو. چرا این کارو با هم میکنی؟ چرا این بلا رو سرم میاری؟ چرا؟ تاریخ تکرار شد، نمیفهمی؟ حالا چی کار میکنی کمال؟ منو میبری یا اینکه خودم یه جوری برم؟
لطفاً همینجا نگه دار. خدا نگه دار. من خداحافظی نمی کنم. ولی من می کنم. منو ببخش. اگه حرفتو باور می کردم شاید می تونستم ببخشمت. ولی حرفتو باور نمی کنم. معذرت می خوام. یه دلیلی داره. می دونم یه دلیلی داره. وگرنه نمیتونم زنده بمونم و تا آخر عمرم نمیبخشمت. یه روزی میرسه که اوکیا میفهمه تو این دنیا بیشتر از هر چیزی دوستش دارم. نمیرسه. میرسه. به هم خیانت کردی. به هر دلیلی میری برو، ولی برای دومین بار به هم خیانت کردی. برای دومین بار به هم اعتماد نکردی. کمال لطفاً منو تحت فشار نذار. همه چیو بهت گفتم. عامر یه جوری پیدات کرده، تهدیدت کرده، مجبورت کرده دوباره برگردی اینجا. با جون من تهدیدت کرد؟ راستشو به هم بگو اوکیا. نه، من مرگو به جون خریدم. تو وسط را ولم کردی. خیلی متاسفم که به اندازه ای تو نتونستم عاشق بشم. از این حرفا نزن اوکیا. من برای عشقمون به اندازه کافی جسارت نداشتم. خیلی عذاب میکشم، ولی واقعیته. اون واقعیت رو تمام میکنم، ولی به خاطر اینکه به هم اعتماد نکردی نمیبخشمت. به خاطر اینکه یه بار دیگه جلوی تهدیدهای عامر سرافکندم کردی، تا آخر عمرم نمیبخشمت. Thank you.
من به خاطر اون هر کاری کردم، بازم میکنم. من مثل تو نیستم. به خاطر اوکیا دست به گناهم میزنم، جونم میگیرم، دنیارم به آتیش میکشم. تو چی؟ بیچاره تو به خاطر عشق چی کار میتونی بکنی؟ چاره دیگه ای واسم نذاشتی. حتما باید مجبورم کنی این کارو بکنم. برو کنار. ببخشید عزیزم، ولی دشمنم نزدیکمونه، شاید ما رو ببینه. به خونه خوش اومد. اوزان بیا. بفرما داداش سعید. ممنون آبجی زینب، دست در نکنه. نوشه جان. کدوم شیرینه؟ اون. دست درد نکنه عزیزم. نوشه جان. ماشالله دارین. چون یه تصمیمی گرفتیم. چه تصمیمی؟ دادای سهیر، تو دیگه اگه میخوای برو. چرا؟ آخه چیزه؟ اگه بحث بچه هست من... چه فرقی میکنه؟ من پشیمون شدم، تسلیم نمیشم، از عامر عذرخواهی میکنم. ول کن این طور خدا، با این چرت و پرتا اعصاب منو خورد نکنی. ما جدی میگی؟ شوخی کنین چه فرقی میکنه؟ نمیذارم جایی برین. همین، تمام شد رفت. تو نمیتونی دخالت کنی. درسته، دخالت نمیکنم. ولی میدونین به این کارتون چی میگن؟ میگن خیانت. فهمیدی؟ خیانت. میگن پستی. اونم در حق کی؟ در حق خواهر برادرتون. میدونین اونا به خاطر شما چی کار کردن؟ جونشونو به خطر انداختن. کاربرداری شما اینه؟ مردونگی تو اینه؟ درست صرف زن. درستش همینه. آدم باش، کمال و خواهر تو وسط را ول نکن. با این حرفای چرت و پرتم اعصاب منو خورد نکن. یه دفعه دیگه این حرفا رو بزنی من میدونم با تو. همین. داداش سعید، بی خودی خودتو خسته نکن. ما تصمیممونو گرفتیم، میخواییم بریم. داداش کمالم تصمیمو سپرد به خودمون. از اولش هم میتونستیم نیاییم اینجا. اومدیم، پشیمون شدیم و داریم برمیگردیم. میخواییم به عامر زنگ بزنیم، از ما گفتن. به نفته که اینجا نباشی. بگو زهیر. داداش کمال، خبرهای بدی دارم. خواهرت اینا جا زدن. چی شده؟ گیر دادن، میخوایم بریم. همش زیر سر عامره. اوکیان برگشت. چی؟ زهیر، من بعدم بهت زنگ میزنم.
لیلا؟ لیلا؟ این دیگه چی؟ اینجا چه خبره؟ او کیا دخترم؟ لیلا حالش چطوره؟ خوبه. تو از کجا فهمیدی؟ بابا این قضیه اتفاقی نبود. یه دوستی ساده نبوده. یعنی چی؟ من برگشتم. تو چی داری میگی؟ برگشتم. دیگه نمیرم. دخترم. عامر تو اتفاقی که برای لیلا افتاده دست داره؟ بابا جون لطفاً دیگه با صدای بلند اینو به زبون نیار. تو چی داری میگی دخترم؟ ببین لیلا خوبه. فهمیدی هر طور شده از اون خونه برو و دیگه بر نگرد. پدر زن جون، جنرالتون داره حرف میزنه. بیچارت میکنم. تهدیدت الکیه. امروز با تهدید واقعی روبرو شدی. این دفعه اجازه دادم شما با دخترتون لیلا خانومو نجات بدین. عامر بیچارت میکنم. شنیدی؟ حرف بی خود نزنین، به حرفای دخترتون گوش بدین، لازمتون میشه. بابا جون همه چیو بهت میگم، ولی فقط یه چیزی ازت میخوام. هیچ کس نباید به عامر شک کنه، نه کمال و نه لیلا. ولی دخترم. بابا جون همه چیو مفصل واسه تعریف میکنم، خواهش میکنم. اصلی فوراً بیمارستانا کلانتریا همه جا رو میگردی، همه جا رو. ببین اطلاعاتی به اسم لیلا آجنزاده هست یا نه. این چه جور بازیه؟ از لیلا خبر داریم؟ لیلا خوبه، الان بیمارستانه، نگران نباش. کجا؟ کدوم بیمارستان؟ الان میام. خب نمیخوای بگی چقدر ازم متنفری؟ فهمیدم تا وقتی لازم نباشه آدم حسابم نمی کنی که با هم حرف بزنی. پس یه جور دیگه عمل می کنی. بگو ببینم کمال حرفتو باور کرد؟ نه، ولی به مرور باور می کنه. چرا باید بهت اعتماد کنم؟ اگه تا اون موقع باز به هم خیانت کنی چی؟ همچین چیزی از لحاظ عملی امکان نداره، چون من هیچ نسبتی با تو ندارم. زنمی؟ بردتم. پس فهمیدی که نمیتونی با سرکشی از دستم خلاص بشی. اگه تو سرکشی کنی من سرکوب میکنم. اگه نمیخوای خون ببینی نباید جنگو شروع کنی. اگه اتفاقی برای لیلا میفته؟ به نظر تو موقعیتی هستی که منو تهدید کنی؟ من به قولم عمل میکنم. گفتم اگه دیر کنی یه بلایی سرشون میارم و رو حرفم وایستادم. از این لحظه به بعد نباید یه موثر کمال کم بشه. به قولت عمل کن تا به قولم عمل کنم. باید خانوادم رو راحت بذاری. قول. خانوم خبرهای خیلی خوبی دارم. اوکیا خانوم برگشت. چی میگی؟ چند دقیقه پیش با عامر خان اومدن. خب الان کجان؟ تو اتاق اوکیا خانومن. باشه. هرچه زودتر از این خونه اسباب کشی کنیم. با کمال میل. به روی چشم. دیگه هیچ وقت حرفش هم نمیزنی که باید زن و شوهر واقعی باشی. من نمیتونم بدون امید زندگی کنم، ولی قول میدم دیگه هیچ وقت مجبورت نکنم. اوکیا عزیزم، خوش اومدی، خوش اومدی. من دارم میرم. کجا؟ بیمارستان. لیلا زخمی شده. کی؟ امروز صبح تو خونه کمال. میای؟ با عجله جواب ندی، من بهتون میگم کی باید بریم.
نمیتونی جلو ما بگیری، میخوام برم دیدن لیلا. جلو تو نمیگیرم، سیاست به خرج میدم، صبر کن میبرمتون. باید کاری کنی کمال باور کنه، باید کلن از زندگیمون بره بیرون، نه فقط برای یکی دو روز. نقش جدیدت این نیست که فقط زنم باشی، باید کاری کنی همه باور کنن تو هر شرایطی. اوزان داداش این کارو نکن، اشتباه میکنی. داداش خیر باشه، تو دخالت نکن. یعنی چی تو دخالت نکن؟ داداش خواهش میکنم آروم باش. داداش سعید خواهش میکنم تو هم آروم باش. شما چه جور خواهر برادری هستی؟ خیلی نمیبینی. قرار نیست خواهر برادری رو یادمون بدی. بدو زود باش سوار شو، زود باش. داداش سعید چاره دیگه ای نداری؟ داری نابجی زینب، داری، ولی شماها جا زدی. زینب عزیزم بیشتر از این وقت تلف نکن. با دکتر حرف زدم، خیلی خونریزی داشتم، یعنی اگه یکم دیر میشد. نگو، از این حرفا نزن. عجب کاری، تو زندگیمو نجات دادی، خیلی ممنونم. هر کسی بود این کارو میکرد. ببینم سر صبح دم در خونم چی کار داشتی؟ خواستم تو مساعده برات آرزوی خوششانسی کنم. آه، تو مزایده بیشتر از شانس به چیزای دیگه نیاز دارم. تو به وکیلت وکالت دادی؟ به نظرت من یه اشتباه و دوبار مرتکب میشم؟ تا لحظه آخر تسلیم نمیشم. تو اینجا چه کار میکنی؟ من خبر دادم. خوبی؟ خوبم. آخه چرا اومدی؟ لیلا واقعا خوبی؟ آره عزیزم، یه زخم کوچیک اونم خوب شد و رفت. دکتر گفت تا چند روز دیگه خوب میشه. چطور اتفاق افتاد؟ دزد اومده بود، منم جلوش سبز شدم، اون وقتی اینجوری شد. موبایل و کیف و پولشو بردن، خونم به هم ریخته بود. کی اتفاق افتاد؟ صبح ساعت حدود 7 بود که پیدات کردم. آره همون حدودا بود. سر صبحی دزد اومده؟ اصلا باور کردنی نیست. چیز دیگه ای تو فکرته؟ آمر دیگه چی؟ من موافق نیستم. اوکیا برگشت. چی؟ یعنی چی؟ چرا؟ گفت نمیخوام با تو بیام. ولی الان وقتی خوب فکر میکنم همه چی معلوم میشه. اوکیا رو با جون تو تهدید کرده، برای اینکه نشونش بده چقدر جدیه زخمیت کرد. میتونه انقدر زیاده روی کنه؟ کرد دیگه، کرد. ولی من دیگه صبر نمیکنم. کمال چی داری میگی؟ منو نترسون کمال. اگه فکر میکنی عامر میتونه تا اینجا پیش بره، چرا اصرار میکنی؟ چرا جون عزیزاتو تو خطر میندازی؟ قبول درک میکنم سعی میکنی برگشتن اوکیا رو برای خودت تحلیل کنی، اما یه چیزو فراموش نکن. اوکیا باید به خواستای اون احترام بذاری. همه یه مسئولیتو میندازین گردن دخترتونو کنار میکشین. نه، کاری رو میکنم که تو نمیکنی. من از دیده دخترم نگاه میکنم. بگذاریم، من باید برم، امیدوارم زود خوب شی. ممنون. ببینم چی تو فکرته. چطوری؟ درد داری لیلا؟
کمال جون منو ول کن تو رو خدا، تو بشین اینجا از اول برام تعریف کن چی شده.